رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوستن. آقای برزگر، علی‌رغم همه این فشارهای غربی ها و تلاش برای منزوی کردن جمهوری اسلامی، میبینیم رئیس جمهوری این کشور در یکی از مهمترین نشست های جهانی در بریکس حضور پیدا کرده. رئیس جمهوری روسیه حرف از نزدیک شدن روابط میزنه. رئیس جمهوری چین هم حرف مشابهی زده و گفته که روابط دوستانه با تهران توسعه پیدا خواهد کرد. روی زمین واقعا چقدر این فشارها داره کمک میکنه به انزوای جمهوری اسلامی؟ این چیزی که داریم میبینیم در کازان شبیه به انزوای کامل نیست. اما سلام بر شما و مهمانتون و بینندگان. ببینید، درسته، البته فکر میکنم همونطور که پوتین گفت، این حضور جمهوری اسلامی بیشتر جنبه نمادین داره. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی حکومتی است منزوی در جهان. همین کشورهایی مثل چین و روسیه که شما بهش اشاره کردید، خب در یک سال گذشته و در سالهای اخیر عملا نشون دادن که در میدان عمل هرگز حاضر نیستند که به دفاع از جمهوری اسلامی آنگونه که جمهوری اسلامی انتظار داره و خودش رو در اردوگاه اونها جای داده، در تقابل با غرب حتی تا اونجا پیش رفته که پهباد و موشک برای روسی میفرسته که در جنگ اوکراین استفاده بکنن، در مقابل چون این در واقع رفتار متقابلی رو ما از طرف روسیه و چین به عنوان اعضای اصلی بریکس نمیبینیم. بریکس به هر حال خودش گروهی است که به دنبال این هست که جای خودش رو تثبیت بکنه در جهان امروز. جمهوری اسلامی اگر شانسی آورده این هستش که به هر حال به دلیل قدرتگیری کشورهایی مثل چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، اون نظام تک قطبی جهانی به هر حال با چالش‌های جدی مواجه شده و تلاش این کشورها برای اینکه یک در واقع نظم جدید چند قطبی در جهان ایجاد بکنند، فرصتی رو هم برای جمهوری اسلامی به دست آورده، به جمهوری اسلامی از این طریق. ولی این معناش این نیست که مثلا در گروه بریکس وزن و جایگاه کشوری مثل جمهوری اسلامی با هند، آفریقای جنوبی، برزیل، چین یا روسیه یا حتی عربستان سعودی قابل مقایسه است. جمهوری اسلامی در این انزوای جهانی سعی میکنه که با حضور در این ائتلاف ها یا پیمان های همکاری مثل سازمان همکاری شانگهای یا همین بریکس در واقع بخشی از اون انزوا رو کنار بزنه. ولی در نهایت نباید فراموش کنیم که دیگه نمیتونه، به هر حال چیزی بین 25 تا 31 درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا در دست همین کشورهای بریکسه که میدونیم خیلی هاشون از جمله فدراسیون روسیه به طور خاص، حالا چین تا اندازه کمتر، روابط چندان حسنه الزامن در همه زمین‌ها به خصوص سیاست خارجی با آمریکا ندارن و میتونن به جمهوری اسلامی فارغ از اینکه چقدر نقشش پررنگ باشه در این نوع نهادها کمک بکنن که مثلا تحریم‌ها رو دور بزنن. اینطور نیست؟ ببینید، هست، منتها اتفاقا روسیه از جمهوری اسلامی اومد یاد گرفت که تحریم‌ها رو چطور دور بزنه، که خب طبیعتاً با میزان بالایی از فساد هم همراه هست. ولی فراموش نکنید در همین بلوکی که شما دارید ازش صحبت می‌کنید، روسیه در این حال یک رقیب خیلی جدی برای جمهوری اسلامی است که در این شرایط تحریمی، می‌دونید که تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع شده از تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی وضع شده در واقع نه از نظر زمان، از نظر میزان بیشتر هست. بنابراین روسیه هم به دنبال این هست که با از دست دادن مشتریان خودش در اروپا مشتریای جدیدی جایگزین بکنه و در این زمینه داره با جمهوری اسلامی رقابت میکنه، یعنی فروش نفت به چین. و امروز هم دیدیم که در واقع پوتین خیلی روشن و صریح به اردوغان گفت که در واقع روسیه تأمین کننده قابل اعتماد گاز برای ترکیه خواهد بود و میدونیم که ترکیه تا سالها سعی میکرد که گاز مورد نیاز خودش رو از ایران در واقع تامین بکنه. یعنی رقابت های این شکلی هم وجود داره و با توجه به در واقع توان و قدرت جمهوری اسلامی، من فکر نمی کنم در این یعنی در بریکس یا در شانگهای اصولا روی جمهوری اسلامی حساب ویژه‌ای باز شده باشه. به نیازهای این جمهوری اسلامی هم در روابط دو جانبه همینقدر بی‌توجهی داره میشه. آقای سفروف، میدونیم که این توافقنامه همکاری جامعه بین ایران و روسیه فراز و فرود زیاد داشته. الان رئیس جمهوری روسیه حرف از این میزنه که در آستانه امضاش هستند. میدونم که شما کم و بیش از نزدیک اون رو دنبال میکنید. آیا اون چالش‌های اصلی کنار رفته و در آستانه امضا هستند دو طرف؟
سلام، شب شما بخیر. قبل از آن که من به سوال شما پاسخ بدم، جواب بدم، میخوام که چند سخنی در رابطه با گفتار یا که بیانات جناب آقای دکتر برزگر صحبت بکنم، چون که با تمام احترامی که من به ایشون دارم احساس بکنم که ایشون جایگاه سازمان بریکس را الان خوب متوجه نشده. اصلا ما شاهد شکل گرفتنی یک نظامی نوی ژئوپلیتیک دنیا هستیم و ایران یه بازیگر مهم در این شکلگیری جهان نظام دو جهانی داره قرار گرفته. من بارها دیدم، شنیدم، صحبت داشتم با افراد مختلف، یعنی اینتریگ اساسی، یعنی توطئه اساسی یا که انتظارات اساسی این اجلاسیه سران بریکس اصلا موضوعاتی که اونجا بود در یک بار، ولی قسم اصلی اون حضور جناب آقای دکتر پزشکیان بود. ایشون کی هستن؟ با چی کیس اومدن؟ این اولین صحبت ایشون در صحنه ژئوپلیتیکی اینقدر بلند و مهم بود و همه انتظار داشتن که ایشون چی میگه، تا کجا هستن میتونه روبروی با امریکا با خودش اجازه بده، با کجا میتونه با کشورهای بریکس همکاری های خوبی داشته باشه و دیگر و دیگر. من احساس نمودم و دیگرانم کارشناسی ارشد که صحبت های ایشان را شنیدن و اون برخوردی که از طرف کشورهای دیگر بود، هیچ کس این کشور را، آقای دکتر پزشکیان را، از کشورهای مهمترین دنیا مثل چین، روسیه، هند کمتر نمیگیره. برعکس حضور ایران را الان اینقدر خوب پذیرایی نمودند که واقعا به این سازمان هم انرژی میده، هم امکانات بیشتر میده و هم از همه مهم الهام میبخشه که اینها با مسیری خودشون برن. برای همین آقای پوتین خیلی به درستی گفت که ما در آینده این نزدیک، حالا شعارها بکنه، خب از نظر میزان تولید ناخالص داخلی، توان منطقه‌ای، میزان نفوذی که در اقتصاد جهان دارن، خب ایران با چین و هند که طبیعتاً قابل مقایسه نیست. ببینید همین الان ما با شما صحبت داریم، سازمان بریکس از سازمان اتحاد اروپا بالا رفته، امکانات این مهمتره و حتما در چرخه اقتصادی کشورهایی که توی این هستن حضور خواهند داشت. حضور جناب آقای پزشکیان در این اجلاسیه و حضور ایران همچون یک عضو دائمی و مهم این سازمان میتونه گسترش روابط اقتصادی و تجاری را با کشورهای دیگری عضو این بریکس آماده بکنه. الان ما دیگه نمیتونیم بگیم که ایران در ایزولیشن قرار گرفته. حداقل در یک سال یک اجلاسیه بریکس میشه که واقعا ایران میتونه با تمام راهبران عضو این سازمان صحبت های دو طرفه و بسیار طرفه داشته باشه. حالا که دیگه باز 35 کشور دیگر نوبت میپاین که عضو این بشن. بنابراین ما الان داریم در یک حالت قرار گرفتیم که توصیه هم تولیدات، هم صادرات، هم توصیه اقتصاد ایران را ما شاهد خواهیم بود. چرا؟ مثلا این موافقتنامه‌ای که باید به امضا برسید به امضا نرسید در اونجا، چون که روسیه خیلی به این توافقنامه اهمیت قائله و نمیخواد که در حاشیه و در راهرو یک سازمانی بین المللی این همچه یک کاری روتین به امضا برسه. این یک اتفاق بزرگترینی بین المللی است که به کشورهای دو کشوری مهم جهانی را اصلا در سطح استراتژی میکشه و این معنای اون را داره که هم به ایران هم به روسیه در چارچوبی این سازمان دیگه کشورهای دیگر دنیا، آمریکا و غرب باید حسابشون را درست بکنن. الان ما در حالتی هستیم که واقعا غرب داره میلرزه، از ترس داره دیگه خواب از سرش پریده، چون که اونها احساس میکنن که مرگ دلار نزدیک داره میشه و گور کننده سازمان فینانس جهانی و غرب که سلطه اقتصادی و فینانس و ژئوپلیتیک رو از طریق دلار و کارهای خودشون به عهده گرفتن در دست این سازمانه و بازیگرانی که این رو رقم میدهند یکی از اونها ایرانه. بنابراین ما خیلی
خیلی خوشحال هستیم که جناب آقای پزشکیان با خاطر آن که همه انتظار داشتن که میخواد یک سازشی بین امریکا و غرب اینها درست بکنه، ولی در حالتی که اسرائیل با کمک امریکا با دستوری امریکا داره اصلا نسل کشی میکنه در غزه، در لبنان، در جاهای دیگه و تهدید میکنه برو به خود ایران. شما در جریان هستید، همین تلویزیونی شما چند روز قبل از این گفت که برنامه حمله اسرائیل را الان داره تدارک داره امریکا میده و تمام تحصیلات خودش برده اونجا کنار گذاشته که یک ساعت خیلی قابل توجه از اون استفاده بشه. بنابراین دیگر راه نداره جناب آقای دکتر پزشکیان به غیر از آن که بیاد با این سازمان بپیونده و گستریش همکاری های خودش رو از اینجا ادامه بده. و خیلی مهمه که در این صحنه از این تریبون طلب بکنه که جامعه جهانی اصلا این نسل کشی رو باید به هر حال در نظر داشته باشن، کمک های بشر دوستانه بشه و طلب بکنن که اسرائیل از اون جایها بیرون بره و طلب بکنن که اون مجازات بشه. نمیخوام حرفتون رو قطع بکنم که بعد بگن حرفتون رو قطع کردم، ولی واقعا اگه بخوایم وارد اون موضوع اسرائیل هم بشیم بحثمون دیگه خیلی گسترده میشه. اگر بتونیم در همین محدوده بریکس بمونیم شاید خیلی کمک بکنه به انسجام صحبتمون. آقای برزگر، فارغ از اینکه چقدر بعضی از این حرفا ممکنه شعاری باشه، اما بالاخره یک واقعیتی روی زمین وجود داره که این کشورها به خصوص فدراسیون روسیه و چین در یک تنش غیرقابل مقایسه با چند دهه گذشته با ایالات متحده هستن و جمهوری اسلامی هم با هر کم و کیفی بالاخره داره از این موقعیت استفاده میکنه. الان میبینیم میزان نفتی که ایران داره صادر میکنه به چین خیلی فراتر رفته از زمان اوج فشارهای حداکثری. آیا واقعا غرب به طور کل و ایالات متحده به طور خاص اون اهرم‌های قدیمی که استفاده می‌کردن از جمله تحریم‌ها رو هنوز هم می‌تونن به عنوان عواملی مؤثر برای اعمال سیاست‌هاشون در منطقه خلیج فارس به طور خاص استفاده بکنن، یا واقعاً با بازیگران جدیدی مثل چین و روسیه دارن این معادلات رو به هم می‌زنن؟ قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، حالا با اون هیجانی که آقای سفروف صحبت میکردن، حالا جدا از اینکه واقعا حرفای ایشون رو من بیشتر به حساب شوخی میگذارم، منتها نشان دهنده این هست که رگ خواب مقامات جمهوری اسلامی رو روس‌ها خیلی خوب یاد گرفتن و آقای سفروف هم داره نشون میده این هندونه زیر بغل گذاشتن ها واقعیت روی زمین رو تغییر نمیده. آقای سفروف، ما اولا در مورد سازمان بریکس صحبت نمی کردیم. گروه بریکس بله بالقوه بسیار گروه قدرتمندی میتونه باشه به خاطر تولید ناخالص ملی که مجموعه کشورهاش دارن، منتها هنوز شکل نگرفته این گروه. شما به اختلافاتی که بین چین و هند وجود داره در این زمینه کافی توجه بکنید و بسیاری مسائل دیگه. اعضای ناهمگونی در گروه بریکس هستن که اگرچه در نقاطی مثل در هم ریختن نظم کنونی و ایجاد قطب‌های جدید با هم توافق دارن، اما اینکه کدوم کشور و کدوم ناحیه به قطب جدید در نظام بین المللی تبدیل بشه خیلی خیلی با هم اختلاف نظر دارن. اما حالا گروه بریکس هرچی که باشه، ببینید همین امروز تازه پوتین اعلام کرده که جمهوری اسلامی عضو کامل و تمام عیار این گروه شده، یعنی هنوز زمانی همین امروز اعلام شده. واقعیت‌های روی زمین، ساختار اقتصادی و مشکلاتی که جمهوری اسلامی با اون مواجه هست اساساً اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بتونه به عنوان یک بازیگر قدرتمند در عرصه بین‌المللی ظاهر بشه. در اون زمانی که گروه‌های نیابتیش در واقع فعال بودند و این هراس رو ایجاد کرده بودند موفق نشد. الان که یکی یکی این گروه‌ها رو مثل حزب الله و حماس هم داره از دست میده و می‌بینید که در آستانه حمله قریب الوقوع اسرائیل اساساً حتی قدرت آمادگی نداره. اون وقت روسیه ای که همین اسرائیل زد رادار موشک سامانه 300 رو در اصفهان از بین برد، شما ببینید سال هاست که از ارائه سوخوی 35 یا مثلا سامانه 400 به ایران خودداری میکنه. یعنی هیچ حمایت معناداری اسرائیل یا ببخشید روسیه و چین در این مواضعه و منازعه از جمهوری اسلامی به عمل نیاوردن. در مورد پرونده هسته‌ای و کلاهی که روس‌ها سر ایران، مردم ایران گذاشتن و ثروت ملی مردم ایران رو چپاول کردن در ساخت نیروگاه هسته‌ای، در قراردادهای مختلفی که
امضا شده و در این پیمان همکاری جامع که بیش از این خواهد شد با سوابق تاریخی که ما از روس‌ها در 200-300 سال گذشته شاهد بودیم، وضعیت روشن است، تکلیف افکار عمومی در قبال روسیه هم روشن است. در حرفای آقای سفروف یک نکته واقعیت داشت جالب بود. نگران بودند که اون حرفایی که ظریف و پزشکیان در زمان رأی‌گیری می‌زدند که بخوان به غرب نزدیک بشن و روسیه از این به خیلی هراسان بود، خب این اتفاق نیفتاد. بله، و قرار هم نبود اتفاق بیفته. در اون زمان هم پزشکیان هم ظریف دروغ می‌گفتند. دستگاه سیاست خارجی و اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی به یک در واقع نیروی وابسته به روسیه بدل شده و این رو همونطور که پزشکیان گفته بود که دنبال رو سیاست‌های اعلام شده علی خامنه ایست، در طبیعتاً در این موضوع حیاتی و مهم هم نمیتونست غیر از این حرکت بکنه و میبینیم که امروز میره در اونجا از چین و روسیه به خاطر حمایت‌هایی که معلوم نیست این حمایت‌ها دقیقاً چه هستن تشکر میکنه و در واقع سرسپردگی جمهوری اسلامی به این قدرت‌ها رو به خاطر مواجهه با غرب در واقع نشون میده. طبیعی است که کسی مثل آقای سفروف از اینکه پزشکیان به سمت غرب حرکت نمی‌کنه، با غرب می‌ستیزه و میاد این گونه در مقابل چین و روسیه در واقع زانو می‌زنه یا به کشورهای منطقه در واقع وزیر می‌فرستن که بیاید فراموش کنید گذشته رو، اجازه ندید که به ما حمله بشه. طبیعی است این موازه برای آقای سفروف و برای مسکو قابل قبوله، برای مردم ایران زیانبار و غیر قابل قبول است. آقای سفروف، آقای برزگر به بعضی از اختلافات مهم و کلیدی در داخل خود بریکس از جمله اختلافات چین و هند اشاره کرد. میدونیم که برخلاف مثلا اتحادیه اروپا یا پیمانهای دیگری مثل ناتو، اونقدر انسجام ایدئولوژیک و حتی اقتصادی هم بین اعضای بریکس وجود نداره. 10 سال پیش، 11 سال پیش آقای پوتین در کنار رهبران بریتانیا و فرانسه و کانادا و ایالات متحده در اون موقع گروه G8 شانه به شانه اونها داشت صحبت میکرد. امروز در کنار مسعود پزشکیان حرف از روابط استراتژیک بین تهران و مسکو میزنه. برای خود روسیه، فارغ از اینکه جمهوری اسلامی چه امتیازی بگیره از بریکس، برای خود روسیه یا این تصویری است که روس‌ها شهروندان فدراسیون روسیه از آینده‌شون دارن که متحدان روسیه به جای مثلا گروه 7 کشورهای مثل جمهوری اسلامی خواهند بود؟ ببینید، کشورهای مثل چین، روسیه، هند، ایران، ترکیه و کشورهای دیگر بزرگ با هزاران رشته اقتصادی و سیاسی و ژئوپلیتیکی منافعی دارند که در بعضی حالت واقعا میشه گفت که تضاد داره بین اونها. مثلا خود همین ترکیه یک رقیب اقتصادی و یک اپوننت ژئوپلیتیکی ایران هست. ما اینقدر همکاری‌های راهبردی با ترکیه داریم، ولی ترکیه تا امروز مسئله کریمی رو اصلا قبول نداره. با حالا هم طلب میکنه که یک پارچگی اوکراین باید برقرار بشه، که اصلا ما در چارچوبی تصورمون این صحبت ها نمیتونه در چارچوبی همکاری های دوستی و رفاقت باشه. چجوری از یک دست شما پول میگیرید از روسیه برای نیروگاه های هسته‌ای خودتون؟ ما 24 میلیارد دلار الان داریم خزینه میکنیم که 4 رآکتوری هسته‌ای اتمی در ترکیه بسازیم با پول روسیه و تمام اون لوله های گاز را با پول خودمون ساختیم، کلید رو در دستی آقای اردوغان دادیم. باز با عوض همه این به ما میگن که نه، شما تجاوزگر هستید، شما باید برید، باید یک پارچگی اوکراین را باید به نظر بگیرید قوانین جهانی. ما خیلی مشکل داریم با بعضی کشورها که فکر میکنیم که از عدالت و انصاف و از منطقی روش ژئوپلیتیک خیلی فاصله دارن. در رابطه با اینکه ایران اومده به زانو زده نزد کشورهای مثل چین و هند و دیگران، اصلا من این حرف رو قبول ندارم. با آمدن ایران، وارد شدن به این سازمان، اصلا خود سازمان یه شکل دیگر را گرفت. انرژی و امکانات و تولیدات ناخالص اقتصادی در این کشورها رفت در اوج زحل قرار گرفت. اصلا این شب و روز بعد از این جلسه اجلاسیه خزان ما شاهدی امکانات تغییریابی جهانی تک قطبی خواهیم شد که آغاز کار را در شهر قزان
روسیه با حضور ایران خواهند زد. برای همینم یه چیز دیگه میگم که بعد صحبت تمام بشه. شما در تلویزیون خیلی کم آقای سفروف، در 10 ثانیه علی میتونید بگید. همه میگن که ما نیروگاه بوشهر رو اصلا از مردم ایران خیلی پول زیاد گرفتیم. به نظر شما باید برسونم که ما در ساخت نیروگاه بوشهر زیان کردیم. بابا در جریان کار باشید، ما زیان کردیم ولی به خاطر ایمیجی بین المللی خودمون رو تا آخر رسوندیم و هیچ نه پهباد ایران به ما داده نه موشک داده. خود آقای پزشکیان گفت که اصلا ما یک تیکه ساده را در رابطه با جنگ اوکراین ندادیم چون که این جنگ را ما خودمون قبول نداریم. بنابراین چرا شما دارید چی میگید؟ گجایید بابا. اگر نیروگاه هسته‌ای بسازین و ضرر کنین به نظر خیلی بیزنس خوبی نمیاد. ممنونم از هر دوی شما، رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا.